زبان ما، به نویسندگی مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی. ما آینه از زندگی من و تو. ما باز تعریفی است از خشونت، عشق و احترام. ما نوری است به زوایای پنهان و ناگفته رابطه. ما عبور از تاریکی و تنهایی است به روشنایی و جمع. برای سفارش از وبسایت foojan.com دیدن فرمایید یا با تلفن 818-451-4-0 تماس حاصل فرمایید. با درود فراوان به شما عزیزان، به یکی دیگر از برنامه‌های ندای درون خوش آمدید. من دکتر فوجان زینی هستم، روانشناس و رواندرمانگر، و در این برنامه ندای درون همونطور که می‌دونید ما با متخصصین مختلف در رشته روانشناسی، جامعه شناسی و مسائلی که کلاً رب پیدا می‌کنه به زندگی شما صحبت و گفتگو داریم. امروز خیلی خیلی خوشحال هستم که دوست بسیار عزیزی، استاد دانشگاه خانم دکتر ژانت آفاری با من هستن و قراره که راجع به یکی از تحقیقات ریسرچ های اخیری که انجام دادن روی مسئله ازدواج در تمام دنیا با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم. اجازه بدین یک مقداری راجع به ایشون برای شما توضیح بدم قبل از اینی که ازشون دعوت کنم که در کنار من باشن. خانم دکتر ژانت آفاری پژوهشگر هستن، استاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا و در رشته تاریخ مطالعات دینی و مطالعات فمینیستی هستن. کتاب های ایشون عبارت از سیاست های جنسیتی در ایران مدرن، انقلاب مشروطه ایران، دموکراسی مردمی، دموکراسی اجتماعی و ریشه های فمینیسم، و ایشون با همکاری کوین اندرسون کتابی رو نوشتن راجع به فوکو و انقلاب ایران، جنسیت و جذابیت های اسلامگرایی، و آخرین کتابشون در حال حاضر مشغول به ترجمه انگلیسی کتاب چرند و پرند علی اکبر دهخدا هستن با همکاری جان پری از این دانشگاه خواهد بود. خوشحال هستم که ایشون در حدود چند سال هستش که مطالعات به خصوصی رو انجام دادن راجع به ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های مدرن، و خوشحال میشم که ایشون داشته باشیم و تمام تحقیقات اون ایشون رو با هم دیگه مروری بکنیم. با ما باشین تا چند لحظه دیگه با شما و خانم دکتر ژانت آفاری خواهیم بود. چرا ما؟ برای اینکه راجع به من و توه، من و تو، و در رابطه یک زن و مرد، رابطه ازدواج، رابطه عاطفی، رابطه ای که من با خودم دارم، هر انسانی قسمت های مختلف وجودش رابطه با هم داره، رابطه ای که ما زن ها با هم دیگه داریم، من با من، من با شما، شما با شما، همه با هم، یعنی ما. چی شد که ما رو انتخاب کردی؟ خانم مهناز عطارها که جایزه بردن در رمان نویسی، با هم نشستیم صحبت کردیم، دوست داشتیم که یک تونه کتابی بنویسیم راجع به ابعاد مسائل روانشناسی که خوشگم نباشه، چون دائم من راجع به روانشناسی صحبت میکنم، ولی در حالت داستان باشه و تمام ابعاد ارتباطات یک شخص رو با خودش، مخصوصا زن با خودش، و بعد زن با مرد، و زن با بقیه زنها، و زنهایی که نسل در نسل چجوری پیامها رو به هم دیگه دادیم، در این کتاب در کنار هم اومد و به خاطر همین اسم ما رو گرفته. یکی از نوین ترین کتاب هایی که نوشته شده، چون
روانشناسی هستش که در روبان رفته، دو نفر در کنار هم اومدن با دو تا تخصص مختلف این رو در کنار هم آوردن و نه تنها از نظر ادبی خیلی غنیه بلکه حالت درمانی هم داره. من اونجا رسیدم که رفته یه اتاق اجاره کرده تو خونه، توی یه خانواده پولدار، و دلیلش هم این بوده که رفتم این کارو کردم به خاطر که پولدارا از بس سرگرم زندگی خودشون هستن دیگه کاری به کارت ندارن. من فکر میکنم که تو این کتاب من، شما هممون میتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، یعنی ابعاد مختلف. و من به این نتیجه رسیدم با خوندن این کتاب، هنوز آخرش نرسیدم، همون جایی که هستم تا حالا رسیدم به این جایی که چقدر ما دردهای مشترک داریم، چقدر ما به هم شبیهیم و فکر میکنیم غریبه ایم، و این ما رو به ما معرفی میکنه. و فضای ابعاد پیام‌های سنتی که نسل در نسل برای ما اومده تا زندگی‌های امروزمون رو، تا شخصیت امروزمون رو، تا روابط عاطفی ما رو و صمیمی ما رو به وجود بیاره، از اون فضای سنتی به فضای مدرنیته و چجوری تمام اینها در وجود ما و در ارتباطات ما خودش رو نشون میده، در این کتاب گذاشته شده که تک تک شما به قسمتی از اون میتونین نگاه بکنین و حسش بکنین، چون در زندگی شما هم هست. چرا آقایون این همه طرفدار ما شدن؟ من در جایی که بودیم و این کتاب ها روی بوت شما بود و ایرانیان امریکن وومنز با هم بودیم، چرا اینقدر آقایون تو صف بودن و استقبال میکردن؟ چون به هر حال شرح زندگی یه خانومه. آقایون هم در ارتباط با خانم ها، مادرشون، خواهرشون، همسرشون، فرزندانشون، دخترشون. و یکی از مواردی که این کتاب راجبه صحبت میکنه راجبه رابطه عاطفی با آقایون و قسمت هایی رو که ممکنه که اونها هم پیام های فرهنگی راجبه رابطه عاطفی و ازدواج داشتن و اون رو چجوری نگاه میکنن و قسمت های نوینی رو که میتونن نگاه بکنن رو لذت میبرن ازش، چون در این کتاب شاید درک بکنن که ابعاد ذهنی و احساسی یک زن چیه که خیلی به دردشون میخوره. چون اینقدر اوریان نوشته شده، همه چیز آدم دوست داره اوریانی رو، یعنی با یه دوستی که فکرش برات بازه اوریانی خوشحالی. با این کتابم خوشحالم من، حالا شاید شما هم تجربهش بکنید. شاید به خاطر اینکه من روانشناس هستم، زیبایی کار من اینه که در کنار آدم ها میشینم در فضای اوریان، و باید این فضا انقدر امن باشه که اونها بتونن اوریان بشن. و دوست داشتیم که با خانم عطارها این کتاب هم این امنیت رو به وجود بیاره که شخصی که میخونه نه تنها اوریان رو بخونه، بلکه اجازه بده که در وجود خودش رو برای خودش اوریان کنه. سپاسگزارم ازتون، موفق باشید، و توصیه میکنم به همه عزیزان بینندمون که حتما کتاب ما رو در کتابخونه‌شون داشته باشن. هم خوشاب و رنگه، هم اوریانه، هم زندگی درش هست و خیلی لذت بخش. مرسی از خانم مهناز عطارها و دکتر فوجان زینی عزیز، پژوهشگر، نویسنده و روانشناسی که در این کتاب واقعا خودش هم اوریان فکر کرده و راحت با آتون صحبت کرده با اسم خودش. منم تو این کتاب هستم در کنار شما. خب بینندگان عزیز خوش آمدید و خیلی ممنونم دکتر آفاری که دعوت من رو قبول کردید و تشریف آوردید. میدونم که معمولا در سنت باربارا هستید به خاطر اینکه اونجا تدریس میکنید، ولی تشریف آوردید به لس آنجلس ما به خاطر این. خواهش میکنم. سلام هم خواستم بگم خدمت بینندگان عزیزتون. بخوام دکتر آفاری، شما تحقیقات بسیاری انجام دادید در این طی سالها، ولی این تحقیق به خصوصتون به نظر من، خب برای خود من خیلی جالب بود، برای اینکه من مشاور خانواده هستم و ازدواج، و به خاطر همین وقتی که این ریسرچ به خصوص راجع به ارتباطات عاطفی، عشق، ازدواج و تمام مباحثی رو که حداقل مورد نظر همه ماها هست، بالاخره هر کسی در یک زمانی فکر ازدواج و عشق رو داره میکنه، مخصوصا برای جوانان قسمت میدل ایست و زنان میدل ایست شما به وجود آوردین. اول برای بینندگان ما بگین چی شد که اصلا همچین فکری رو براتون به وجود اومد، هایپوتزیسی به وجود اومد که دوست داشتید این کار انجام بدین؟ خواهش میکنم. شما میدونید اطلاعات ما در مورد روابط عاطفی، روابط جنسی،
از نظر نظرسنجی هایی که میشه در دنیا خیلی در مورد خاورمیانه کمه، بسیار بسیار کمه، برای که اکثر کسانی که اینجور نظرسنجی ها رو انجام میدن معمولا تو دانشگاه هستن، بعد یک سوالنامه پرسشنامه درست میکنن میدن به دانشجوهاشون، فرض کنید 30-35 نفر جواب میدن، این 35 نفر هم که جواب میدن یکم نگرانن که بغل دستی چی میبینه، یا مثلا وقتی که پرسشنامه رو پس میدن ممکنه مثلا یه نفر ببینه، در حال اسمشون هم اونجا گذاشتن. اینه که این طور نظرسنجی ها زیاد قابل اعتماد نیست. ما استفاده کردیم از وجود فیسبوک و در سال 2012-13 با چند گرانتی که در اختیار داشتیم آمدیم و یک سری آگهی خریدیم در کشورهای مختلف عربی که این رو فیسبوک اجازه میده که این کار شما انجام بدید، و بعد این نظرسنجی رو تهیه کردیم، به چندین زبون ترجمهش کردیم، فارسی، عربی، ترکی، اردو، امثال هم، اونم همه با کمک دانشجوی خودمون. شاید بگم 70-80 نفر درگیر بودن تا زمانی که با این کاری کردیم، و بعد اینها رو ما به صورت آگهی گذاشتیم روی فیسبوک، به این صورت جالب. که یه لینک بود که میگفتش که آیا مایلید یا که اینجور نظرسنجی رو جواب بدید، و این لینک رو تقریبا 1,000,000 نفر مثلا تو مصر میدیدن. بعد از این 1,000,000 نفر مثلا ممکن بود 50,000 نفر روش کلیک کنن، بعد از این 50,000 نفر مثلا ممکن بود 30,000 نفر شروع به جواب دادن بکنن. این طوری شد. این کار در ترکیه، در تونس، در فلسطین انجام دادیم، در الجزایر. ایران چون ما نتونستیم آگهی بخریم از طریق فیسبوک، اونجا از ایران دیگه رفتیم. یه سری دانشجوهایی که داشتم که میرفتن و میومدن ایران و یه سری دوستانی که در ایران بودن، اینا کمک کردن و ما یه سری آگهی پست کردیم، یعنی آگهی که نه، مثل به اصطلاح ویب لینک پست کردیم روی وبسایت دانشگاه‌های مختلف در آمریکا، در ایران، و از اون طریق ما یه مقدار جواب دادیم و همطور هم وبلاگ ها. و کل گروهی که در این نظرسنجی از تمام این ممالک شرکت کردن چند نفر بود؟ کلش خیلی بودن، یعنی حدوداً افرادی که جواب دادن حدود بین 50,000 نفر جواب دادن. واو. ولی افرادی که جواب تقریبا کامل دادن 18,000 نفر، خیلی که اونم زیاده، خیلی زیاده، خیلی زیاده. بله. تقریبا برای هر کشوری ما 3,000-4,000 نفر جواب داشتیم. و این نتیجه گیری، حالا گفتین چرا من خواستم چی شد که این مبحث رو تکنولوژی امکان بر ما داد که ما بتونیم این کار انجام بدیم. ولی من وقتی کتاب آخرم رو تمام کردم در مورد سیاست های جنسی در ایران، نگاه کردم به تاریخ ازدواج و از قرن 19 تقریبا شروع کردم تا همین به اصطلاح اوایل قرن 21، و برام این سوال مطرح بود که واقعا چقدر مشکله در مورد الان اطلاع جمع آوری کردن. این بود که وقتی این همکارم که جامعه شناس در UCSB راجر فیدلند پیشنهاد کرد، گفتم باشه، و ما یه مرکز هم داریم اونجا برای نظرسنجی. این بود که از همه این امکانات شد که استفاده کنیم و دانشجوامون. به سمیناری هم دارین در حقیقت، و بعد در کنار این هم یه سری سمینارا داریم که داریم به نگاه میکنیم به تاریخچه ازدواج. علت که میگم تاریخچه ازدواج اینه که شاید باید توضیح بدم که ما مثلا وقتی فکر میکنیم میگیم مدرسه، خب میدونیم که مدرسه مثلا اول قرن 20 با مدرسه اول قرن 21 با مثلا مکتب اول قرن 20 خیلی فرق داره، اینا رو که فکر نمیکنیم، ولی فکر میکنیم ازدواج زیاد متوجه نیستیم که چقدر تفاوت بزرگی همونه. میگه خب یه مرد یه زن با هم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، درسته؟ در حالی که ازدواج یک تحول بسیار بسیار عظیمی کرده در عرض 4 قرن گذشته، و اونم به این صورتی که ازدواج در اول خب برای بچه دار شدن بوده و برای عروس و داماد داشتن، یعنی خانواده ها کمک میخواستن به اصطلاح عروسی که میومد تو خانواده یا دامادی که میومد تو خانواده، کمک خانواده بود، فقط خانواده گسترش پیدا میکرد، خانواده به این صورت گسترش پیدا میکرد، هم از طریق فرزندان و هم از طریق به اصطلاح عروس و دامادی که میومد به فامیل. اما در حقیقت رابطه اصلی در حالا راجب زن اگر صحبت بکنیم بین عروس مادر شوهر بود، یعنی مادر شوهر بود که عروس انتخاب میکرد، حالا مثلا تو فرهنگ ما، ولی جای دیگه هم تقریبا همینجور. بعد مادر شوهر بود که خواستگاری رو ترتیبش میداد، مادر شوهر بود که پسرش رو
راضی میکرد که این دختری که من دیدم به درد تو میخوره. مادر شوهر بود که شوهرش راضی میکرد که برن خواستگاری. بعد که میرفتن خواستگاری خب مذاکرات میشد. بعد که عروس میومد زیر در دست مادر شوهر کار میکرد دیگه. عروس جوان بود، مثلا مادر بزرگ من 12-13 ساله بودن دیگه، میومد زیر دست مادر شوهر تازه کار یاد میگرفت. خب و مادر شوهر همقدر که دخالت میکرد در زندگی و یک عنصر خب خیلی مهمی بود، همینجور هم یک عامل مهار کننده بود که پسرش خیلی اذیت نکنه. مثلا فرض کنین مرد بخواست خیلی بزنه دیگه و اذیت بکنه، اینجوری مادر شوهر اون وسط رو میگرفت، هر دو کارو میکرد. اینجاست که رابطه عروس دو تا رو برای همدیگه میساخت در حقیقت. آها درسته. اینجاست که رابطه عروس با مادر شوهر میخوام بگم خیلی مهمتر بود از رابطهش با شوهرش. خیلی جالبه وقتی که شما اینو توضیح میدین. از یک لحاظی خب بخاطر اینکه من تو این قرن دارم با ازدواج ها کار میکنم و حتی وقتی که با ازدواج هایی که یکم سنتی تر هستن یا از جایگاه مثلا از ایران یا میدل ایست میان و شما هنوز اثاره ای از این ارتباطات و حالا الان شاید با هم دیگه کار نکنن ولی حداقل قدرت نمایی جلوی هم دیگه میکنن بین عروس و مادر شوهر، وقتی شما این تاریخچه رو میگین خیلی معنا بیشتر میگیره و با مسماتر میشه که چطوره که میدونی از اونجایی که اینو باید با هم کار میکردن حالا تازه به حالت پاور استراگل رسیدن. ماکس وبر یه صحبت خوبی میکنه، میگه که روابط به اصطلاح فرهنگی که برای یک بنیاد اقتصادی ساخته میشه خیلی بعد از اینکه اون بنیاد اقتصادی از هم میپاشه این روابط هست. مثلا رابطه فئودال میگه ممکنه دیگه دلایلی وجود نداشته باشه ولی رابطه فرهنگیش هست. در مورد ازدواج هم همینه. خب حالا ازدواج کجا اول میشه؟ با آمدن سرمایه‌داری، اونم در کشورهای اروپای غربی مثل فنلاند، نروژ، سوئدن، جاهایی که واقعا می‌دونیم سرمایه‌داری از همه جا جلوتره. خب مردم از زمین کنده میشن و میرن تو کارخونه‌ها کار میکنن یا حتی میرن در خونه‌های مردم تو شهر کار میکنن مثلا، و اینجاست که شما میبینید که اون رابطه به اصطلاح خانواده گسترده extended family قدرتش کم میشه یواش یواش، چون پسر خانواده و دختر خانواده داره پول در میاره تو شهر و از اونجا شروع میشه که اینا از شروع میکنن به جمع‌آوری پول به اصطلاح پسنداز کردن و بعد وقتی به سلای سی میرسن برمیگردن تو دهاتشون و اونجا مثلا یه دونه مغازه قصابی باز میکنن با هم دیگه. بنابراین اون ازدواجی که بهش میگیم companionate marriage که هم فکری و تفاهم وجود داره و ازدواجی نیستش که پدر مادر ترتیبش دادن، اساسش بر این ریشه اقتصادی جدید سرمایه‌داریه و از طبقه پایین رو کارگر هم شروع میشه. منتها بعد این فرم جدید ازدواج خیلی مقبول میفته و طبقات دیگر هم این رو میپذیرن بدون اینکه اون زیرمایه و زیربنای اقتصادیش رو داشته باشن. وقتی میرسیم به اوایل قرن بیستم، حالا ماشین اختراع میشه و بنابراین امکان این هست که مثلا در آمریکا پسر خانواده حالا مجبور نیست بره خانواده دختر که بهش میگفتن کالینگ آنیو، مثلا دیت به وجود میاد. خب چون ماشین داره میتونه بره دختر رو ورداره مثلا ببرتش یه کافی شاپ یه جایی با هم دیگه، و همطور به تدریج این گسسته تر میشه رابطه و رول خانواده و زن و شوهر. ولی و در نتیجه خب عشق مهم میشه. عشق هم اول برای مرداست که مهمه، خیلی بعدم برای زن ها. مگه به شما یه آمار بگم باور نمی کنید؟ جالب هم برای اینکه اکثرا حالا باز بخواهد مدرنیتی وقتی که به حالت شوخی حرف میزنن همه حرفشونه که نه زنان که همه از فوری عاشق میشن صحبت عشق میکنن، عشق رو مطرح میکنن. نه کاملا برخلاف اینه. چه خیلی جالبه که حتی شما مثلا در روزنامه های ایران برین نگاه بکنید میبینید وقتی که کشف حجاب میشه، رفع حجاب میشه در ایران، اون موقع مردا شروع میکنن دیدن دخترها و اون موقع است که میگن من از این زن خوشم میاد، از اون خوشم نمیاد و کلی بحث میشه تو فامیل. خب ولی یه چیزی که شما گفتین پس بذارین یه چیزم این وسط بگم، حالا در مورد سال 1950 چون گفتم عشق اول مردا بودن که خیلی براشون عشق مهم بوده، زنها هنوز امنیت و سکیوریتی و استراکچر بله. مسئله امنیت در سال 1960 یه تحقیقی میشه در آمریکا، 66% دانشجوهای زن میگن 66% یعنی بیشتر از توان دو سوم
دو سوم میگن که در یه ازدواج اگه همه عوامل دیگری که میخوان باشه، اگه طرف دوست نداشته باشن حاضرن باشه ازدواج کنن. مثل 1960s، early 1960s. اینا رو زنا هنوز میگفتن یا فرق نمیکرد؟ زنا هستن. زنا هنوز میگن یعنی امنیت خیلی براشون مهمتره. آره. مرد و نه، یه کتابی هست باربرا ایرن راک داره به اسم Flight from Responsibility something like that اسمش هست Hearts of Men Flight from Commitment. تمام حرفش اینه که در امریکا در دوره بعد از جنگ جهانی دوم که خب امریکا اقتصادای همه جا از بین رفته بود، اقتصاد امریکا گل میکنه و خیلی جلو میره، کارخونه ها و ماشین و زندگی سابر و همه اینا، مردم میزنن زیر ازدواج. یعنی در 1950 با اومدن رستوران که میتونی بیرون غذا بخوری، با جاهای مثل پلی بوی کلاب و امثال هم برای سکس هم امکانش هست خارج از ازدواج، به قسمت های مختلف چیز رو که در خونه میگرفتن جای مختلف جای دیگه میگیرن و اصلا میگن اصلا ما بخواییم برای چی ازدواج کنیم ازدواج. بنابراین این که میگن که فمینیست ها عوض کردن اصلا این غلطه. اولش این آقایون بودن که زدن زیر ازدواج و بعدش رهایی پیدا کردن. اینجا میشه که مادر پدراشون میکنن به دختراشون در آمریکا گفتن که اگه ازدواج داری اینجوری میشه تو بهتر یه کاری بگیری و خب امکانات هم از نظر اقتصادی هست که زنو برن دانشگاه یواش یواش و برن و کار بگیرن. و اینجا میشه که حالا بنابراین کی میشه که برای زنو عشق مهم میشه؟ تقریبا اواخر سال 1970s 80s اون موقع است. واو. یعنی اون موقع انقدر دیر میشه که بالاخره ما به یه جایی میرسیم که زن میگه اوکی برای من عشق در ازدواج خیلی مهمه، چون خودم بلدم، پول در میارم، کارامو انجام میدم، من هم میتونم امنیت خودم رو به وجود بیارم، در نتیجه عشق حالا مهمه کاملا. یه روز برمیگردیم به اون چیزی که گفتم 400 سال پیش شروع شده بود. گفتم رابطه عشق بین زن شوهر، هم فکری و companionate marriage، ریشهش اقتصادی بوده در از اما این ریشه نبود و تا اینکه بالاخره در اواخر قرن 20 این به وجود اومد. حالا این مثلا تاریخش شد. حالا وقتی به جاهای مثلا خاورمیانه نگاه میکنیم، خب مشکل بزرگ ما اینه که به علت وجود میدیا و اینترنت و فیلم و تلویزیون و کوچیکتر شدن همه خانواده ها، همه اینا مردم خیلی علاقمند شدن به عشق. یعنی نسل جوان و نظرسنجی ما هم اینو نشون میده که یه تعداد خیلی بزرگی، من اتفاقا آمارشو اینجا دارم، فقط از این یه نگاه کنم بهتون بگم. این برای افراد متأهله. آیا برای شما عشق به عنوان یکی از معیارهای انتخاب همسر مهم بود؟ در مصر 58%، در ایران 62%، در ترکیه 65%، به طور کلی 61%. و این شما وقتی مقایسه میکنید از نظر سنی، یعنی میبینید چه افرادی اینو زدن، میبینید که افرادی که مثلا 30 سال پیش ازدواج کردن خیلی درصد کمتری براشون عشق مهم بوده، ولی الان که میرسیم خیلی خیلی مسئله مهمتر شد. بنابراین عشق به عنوان یک مسئله اساسی در ازدواج الان مطرحه واقعا در خاورمیانه. حالا باید ببینیم که به اصطلاح لزوماتش هم هست یا نه، یعنی راه‌های دستیابی به عشق در ازدواج. خب راه‌های دستیابی به عشق در ازدواج یکیش اینه که این دختر و پسر بتونن یه مقدار با هم وقت صرف بکنن، بعد ببینن همدیگر رو، شخصیت همدیگر رو بشناسن، فضایی باشه که لذت بتونن ببرن. شما روانشناسا میگین چند وقت باید دو نفر همدیگر رو بشناسن تا بخوان ازدواج کنن، بخوان عاشق بشن؟ نه، فرض کنین تا بخوان ازدواج کنن. تا بخوان ازدواج کنن قاعدتا یک سال خیلی کمک میکنه که همدیگر یک سال میشه توی مهمونی باشن و این از اون ور اون نگاه کنه، یکم مسخره خواهد بود. ولی پس لازمه، یعنی امروزه اون نوع به ازدواج ختم نخواهد شد مگر اینکه در ممالکی باشه که فقط سنت اونه. دقیقا. خب پس ازدواج لازمش اینه که دو نفر با هم بتونن این مقدار وقت صرف کنن. بعد سوالی که ما کردیم این بود که خب حالا شما تا چه حد تایید میکنید حضور یک زن و مرد مجرد رو در یک مکان عمومی، نگفتیم در یک مکان خصوصی، مثلا در یک پارک دختر فرض کن، در خیابون فرض کنید، در یک مثلا نمایشگاه، یه نمایشنامه‌ای فرض کنید، این رو جایی. و اینجا بود که خب حالا تغییرات دیده میشه. یعنی تعداد بسیار زیادی از افرادی که نظرسنجی ما رو جواب دادن
الان تعدادش هم تقریبا به شما میگم. برای مصر مثلا 44% میگفتن همیشه غلط یا تقریبا همیشه غلطه فرض کنید. برای ترکیه 28% بود فرض کنید. ایران نه، ایران مثلا 9% بود که میگفتن. بله، ایران خب بله خیلی لیبرال تر به اصطلاح شده. خب وقتی که نگاه میکنید حالا کشورهای مثل پاکستان و الجزایر و فلسطین که دیگه خیلی خیلی سنتی ترن، بله. از این نظر شما میبینید یه چیزی بیشتر از 51% یعنی معتقدن که این کار اخلاقی نیست که دختر و پسر جوان با هم دیگه باشن، توی یه محیط با هم باشن، توی یک محیط عمومی. بعد سوال کردین که خب بوسیدن چی؟ سوالی که برای من پیش میاد اینه که در همچین شرایطی معمولاً آیا اون قسمت اول نامزدی کمک نمی‌کرد به این مسئله؟ مثل اینکه مثلا اول باید نامزد می‌شدن و در نتیجه اگر که مسئله نامزدی مثل این مرحله بود که این مرحله اگر که انجام بشه بعد میتونن که در یک سری جاها با هم دیگه دیده بشن، معاشرت بکنن تا ببینن تازه معاشرتشون قراره که اون عشق رو به وجود بیاره که برن به ازدواج. در حدود مثلا اون نسل به اصطلاح طبقه متوسط فرض کنید ایران در حدود 40-45 سال پیش این کار رو شروع کرد در ایران تقریبا. یعنی مردم چندین جلسه همگره میدیدن، چند جلسه 4-5 جلسه همگره میدیدن، بعد نامزدی میشد. بعضیا عقد هم میکردن، اون وقت بعد عروسی رو خب بعدن میذاشتن خیلی وقت دیگه. ولی اشکال کار اینه که نامزدی به هم زدن برای یه زن خیلی مشکل بود، یعنی مسئله بود، ایشو بود. حتی برای پسر هم بیشتر از یکی دو بار بالاخره اگر نامزدی به هم میخورد میگفتن چشه که بله داره میکنه. برابری اون فرق میکنه با این چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم. خب وقتی راجب بوسیدن سوال کردیم طبیعتاً خیلی بیشتر بودن تعداد افرادی که معتقد بودن که این به کلی غیر قابل قبوله. مثلا فرض کنید برای تقریبا الان میگم 51% و 61% و 70% تقریبا میگن که این غیر اخلاقیه که همدیگر رو ببوسن. در خب تمام ممالک این اوریجش بود. در فرض کنید در ترکیه بود 56% و در مصر بود 62 72 82 تقریبا 90% یا میگفتن همیشه غیر اخلاقیه یا میگفتن در بیشتر موارد غیر اخلاقی. بعد حالا خب این یکیه. حالا سوال دیگری که کردیم اینه که بسیار خوب شما فکر میکنید که این کار درست نیست، ولی حالا ببینیم که خودتون آیا این کار کردید یا نه. یعنی تا چه حد اخلاقیاتتون اینجاست که هیپوکرسی خودشو نشون میده، اخلاقیاتتون با اون کاری که عملا در زندگی انجام دادین تطابق داره. اینجا خیلی جالب بود برای اینکه تقریبا 20% افرادی که گفته بودن همیشه غلطه که یک زن و مردی فرض کنید با همدیگر معاشرت بکنن یا ببوسن یک کس دیگری رو بوسیده بودن و یا 40% از افرادی که گفته بودن همیشه غلطه که یه زن مرد مجرد بدون همراه در مکان عمومی باشن بودن. بنابراین یه فاصله خیلی بزرگ، اینا نمره خیلی بزرگه. بله. 20% 40% تازه اینم که گفتن، حالا معلوم نیست چند نفر واقعا شدن بوده و جرئت نکردن که مثلا بگم به شما. اون چیزی که خیلی جالب بود برای ما نقش زنانی بود که خب به نظر میاد خیلی سنتی ترن، چون میگفتن که حجاب باید اجباری باشه. حالا ما میخواستیم ببینیم برای زنانی که فکر میکنن حجاب باید اجباری باشه چند نفرشون رو یه مردی رو بوسیدن. ببینید چند نفر بودن. مثلا بگیم 45%. خیلی نزدیک. 40%. 40%. 40% زن. بنابراین اینجا خیلی سوال مطرح میشه که حجاب فقط ما معمولا فکر میکنیم که خب این زنی که مثلا حجاب پوشیده فرض کنید در منظورمون بیشتر کشورهایی است که اختیاری است، البته بس. مثل مصر فرض کنید یا ترکیه، خب این خیلی آدم متعصبیه یا معتقدیه یا خیلی به هر حال هرچی. ولی الان داریم فکر میکنیم که نه، حجاب خیلی کارهای مختلف داره انجام میده. مثلا ممکنه خانواده‌اش خیلی سنتیه، وقتی حجاب میپوشه پدر مادرش بذارن بره دانشگاه یا بذارن بره کار، یا شوهرش اجازه بده که فرض کنی در فعالیت‌های مختلف شرکت داشته باشه، و یا مثلا شاید در
جایی که زندگی میکنه اصلا فکر میکنن، خب همه فکر میکنن زن باید حجاب سر کنه، اینا خب اینم فکر رو باید بکنه دیگه. یعنی اینطوری نیستش که مثلا حالا اختیاریه من بپوشم یا نپوشم، این رسم اون جامعه است که داری درش زندگی میکنی. مثلا در مصر تجربه من با کسانی که کار کردم که یه مقدار حالا چه مذهبی تر بودن یا سنتی تر بودن، تو هر نوع مذهب یا سنتی، چیزی جالبی که من تو در آمار سنجی این مدلی، ولی در آمار سنجی این که در 25 سال تو دفترم بر خودم انجام دادم و کار کردم، جالب بوده برای من که مسائل ارزشی که از طرف دین و یا جامعه اومده برای اون شخص، که حالا یکیش هم میتونسته زیر مپس حجاب باشه، مثل این که یک سکشن دیگه ای رو میگیره در وقتی که اون شخص احساسات خودش رو از مسئله عشق، رابطه عاطفی و رابطه جنسی به وجود میاد. یعنی مثل من شوخی میکنیم، همیشه میگیم که غذا جای خودشو داره ولی دسر جای خودشو داره، فرقی نمیکنه که چقدر شما سیر باشی، به هر صورت میتونی دسر بخوری. این همین حالت رو انگار پیدا کرده برای خیلی از اشخاص که توجیهی که میکنن در وجود خودشون وقتی که میاد به این غریزه عشق، رابطه عاطفی، وصل شدن عاطفی و بعد ارتباط جنسی و نیاز و میل جنسی، همه این یک مدل دیگه خودشو توجیه میکنه و کاری نداره به این مسئله. یعنی هنوز هم همینطوری که شما داشتین نگاه میکردین، اگر از اون شخص بپرسید ولیوات چیه برای خواهرت، برای خانوادت، برای بچت، حتی برای خودت، اگر بپرسید را ولیوات برای خودت چیه، همه اینا رو خواهند گفت. ولی واقعیت ام وقتی می شروع میکنی لایه‌های تجربی شخص رو راجبه صحبت کردن، اینها هست و خیلی موقع ها هم احساس گناه و شرم در کنارش میاد. مثل به نظر میاد این اتفاق ها میفته، توجیه براش هست، ولی در کنارش احساس شرم و گناه ادامه پیدا میکنه، چون تضاد داره با این قسمت ولیو سیستم و ارزش هایی که بر خودشون به وجود آوردن. ولی کماکان اون احساس گناه و شرم به هر صورت بازدارنده نیست که این شخص دوباره این کار رو انجام بده. من اول باید یه نقل قول از شما بکنم توی مقاله بعدی. دومم برام خیلی جالب بود این که گفتید آیا بیشتر احساس گناه به این صورت که این انسان احساس میکنه که با یک سری به اصطلاح معیارهایی که خودش بهش معتقده در تضاده، یا شرمه، یعنی فکر میکنه که در جلوی مردم اگه دیگران بفهمن چی میشه، یا هر دوه؟ قسمتی که مال دیگران هست همیشه هست، قسمتی که کسی که مذهبش رو انتخاب کرده، نه اون کسی که فقط گفته خب پدر مادرم داشتن اینو، منم تو اون جامعه بزرگ شدم. ولی همونطور که فهمیدین، کسی که حجاب خودش رو انتخاب کرده، مذهب خودش رو انتخاب کرده و از کودکیش با اون مذهب و ولیو سیستم ها بزرگ شده، قسمتی از اون مذهب و ولیو سیستم ها مال خودش شده. یعنی با خدای درون خودش هم به دعوا میفته، به شرم میفته، چون این وقتی داشته بزرگ میشده تو اون خانواده و جامعه، همه این افکار حک شده. مگر اینی که به یک سنی رسیده که اونایی که داشته براش میومده رو پس زده، اون وقتی که فقط مسئله جامعه است، چون برای خودش حل کرده که نه، من اینا رو قبول ندارم، من خدا رو قبول ندارم، یا خدا رو مدل فرم خودم قبول دارم، یا اینجوری قبول دارم، در نتیجه اینایی که شما میگین رو من قبول ندارم، پس فقط اون جریان آبرو براش میمونه. متوجهم، خیلی جالبه. خب وقت اینجور آدم ها رو شما چجوری باشون؟ من از شما دارم سوال میکنم، چجوری این مشکلش رو چجوری حل میکنید؟ کنار اومدن با خود، اگه جای یا بخشیدن خود یا تکامل دادن ذهنیتش. خب ببینم نتیجهش آیا امپاتی میشه؟ یعنی به این صورت که خب طرف بگه خب حالا که من بر خودم این شروع شد و من مجبور شدم این یه سری ضوابط اخلاقی که فکر میکردم درست بشکنم، پس اگه خواهرم هم فردا کرد در اون موردم به اصطلاح هم فکری و همراهی داشته باشه، به اینجا میرسین در نهایت تراپی؟ دقیقا اون امپاتی به وجود میاد در سطح جامعه، یعنی در سطح جامعه خودش، اون کسانی که در جامعه خودش هستن رو یواش یواش میبینیم. اگر کسی هنوز در تضاد با خودش مونده و گلت و شیم و ایناش هست، همون دعوا رو هم با بیرون میکنه، یعنی میبینین مثلا اگزاجوره داره با بیرون هم دعوا میکنه.
ولی مثل کسانی که میگن هوموفوبیکن، یعنی مثلا خودشون احساسهای جنسی همجنسگرایی دارن ولی چطوری عکس العمل نشون میدن به خارج از خودشون، شدید حاد، به خاطر اینی که با خودشون هم درگیرن، همون دعواهایی که با خودشون میکنن و دعوا رو با بیرون میکنن. ولی همونطوری که فرمودین لحظه ای که با خودش کنار اومد، اون رحم و ترحم و اکسپتنس و پذیرش رو برای خودش پیدا کرد، همون فضا خودش رو گسترده میکنه به کسایی که در کنارش هستن. خیلی جالب. خب در شیر من دست شما خواهش میکنم. من فقط میخواستم پس یه نتیجه‌گیری هم بکنم که معنی، فکر میکنم معنی اینها چیه. دقیقا به طور کلی جامعه شناسا معتقدند که عشقی که ازدواجی که درش هم فکری باشه و علاقه باشه، خب یه رابطه دموکراتیک تره دیگه، یعنی شما اهمیت میدین به طرفتون و نظرش برای شما مهمه و بنابراین یکی از به اصطلاح پایه‌های دموکراسی هم در اجتماع خانواده است و بنابراین معتقدن که هر چقدر همفکری بیشتر باشه و ازدواج ها بر اساس همفکری باشه، اون ریشه اول به اصطلاح بنیاد دموکراسی گذاشته میشه، اول بین زن و شوهر و بعد بین بچه‌ها و بعد همطور خوشبخت حالا انشالله میگن بعد این خب تعمیم پیدا میکنه به اجتماع. بنابراین افرادی مثل آنتونی گیدنز و امثالهم خیلی اهمیت میدن به مسئله عشق و ازدواج، عشق و دموکراسی. اما من فکر میکنم و این یکی از موضوعی بود که با همکارم که امریکایی خیلی سرش بحث داشتیم، من فکر میکنم را پیچیده تره در خاورمیانه، یعنی نمیتونیم بگیم که رابطه نزدیک و همفکری بیشتر و عشق لزوماً منجر به دموکراسی میشه. علتش هم چند چیزه. یکی این که الان این نسلی که داره، خب در نهایت یعنی معتقدم این حرف درسته ها، در نهایت یعنی مثلا 100 سال دیگه بس. اما خیلی راه تا به اونجا برسیم. علتش هم فکر کنم یه چند دلیله. یکی این که در این فرهنگی که ما داریم که هنوز به اصطلاح دوگانگی هست، یه مردی وقتی با گرفرندش دوست میشه و میبوستش و باش وقت میگذرونه، خیلی از وقتا این مردا حاضر نیستن با همین زن ازدواج کنن، یعنی اخلاقیاتشون که عوض نشده، فکر میکنن که این زن رو نمیشه باش ازدواج کرد، باید بری با یه کسی که اون این کارا رو نکرده باشه. اینو ما در سروی امون میبینیم و این خیلی خطرناکه در نتیجه برای دختر جوونی که داره این کارو میکنه، برای اینکه اگر این مرد بره و همه بخواد پوز بده حالا که مثلا من آره گرفتم و دارم و بوسیده میشم اونو، همم بفهمن و بعد خانواده‌اش هم بفهمه، خیلی مشکلات براش ایجاد میشه، ازدواج دومم براش، ازدواجم براش مشکل میشه. یکی دیگه اینه که پایه اقتصادی عشق نیستش. ما در خاورمیانه یکی از پایین ترین مراتب کار رو برای زنها داریم، یعنی اصلا فقط جایی که بدتر از خاورمیانه است آفریقاست. و اونم فقط اسلامی بودن نیست، در اندونزی به اصطلاح رشد کار خیلی بیشتره. این یه خصوصیت خاورمیانه‌ایه که اینجا خیلی خیلی پایینه. حالا نفت بعضیا میگن اصطلاح مختلف داره، رنتیر اکانومی هست، به هر حال هرچی هست اینه، یا فرهنگی است که فکر میکنه که مثلا زن باید حتما بشینه تو خونه بچه‌هاشو بزرگ کنه یا هرچی. این یه مشکل بزرگیه که چون شما لازمه عشق در ازدواج، عشق ازدواج رو خیلی متزلزل میکنه، قبول دارین دیگه، چون ازدواجی که پدر مادر ترتیبش داشته باشن فرقی نمیکنه شما همدیگه رو دوست دارین یا نه، به همدیگه هم بخواید بکشین بالاخره فامیل نمیذاره شما از هم جدا شین، در بیشتر موارد میگه بعد یه جوری با هم دیگه کنار بیاین. ولی که قرار شد ازدواج بر اساس تفاهم باشه، زن شوهر اصلا توقع دارن و وقتی ببینن که یک کسی به اصطلاح اون طرف خودش بارگن خودش به اصطلاح نکرد، اون قراردادی در حقیقت شما می‌نویسین بین دو نفر دیگه، حالا ممکنه نوشتنی یه مقدارش گفتنی، وقتی دیدن طرف به قرارش عمل نکرد خیلی آدم ناراحت میشه، میخواد بیاد بیرون از این رابطه. خب شما بخواییم بیاییم بیرون، آیا امکانات چی دارین که بیاین بیرون؟ از نظر کاری، از نظر شغلی، از نظر مالی، مسئولیت بچه‌ها و قسمت مالی و بعد قوانین ایکس که عوض نشده، یعنی قوانین تا وقتی که شما در امریکا، وقتی که میگیم در سالهای مثلا 1970s و 80s بود که حالا مثلا زنها شهامت اینو داشتن که بگن نه عشق خیلی برام مهمه در ازدواج، اون موقع خب مثلا قوانین مالیت مشترک، اون چیزی که زن و شوهر در طی ازدواجشون به اصطلاح صاحب شده بودن و این تقسیم بشه، اینا گذرانده شده بود، درسته؟ و خب کار زن هم طبیعتا گفتیم بیشتره، تعداد بیشتری رفته بودن دانشگاه.
اینه که ضربه هست، نه اینکه نباشه بعد از طلاق، ولی به اون صورت فاجعه‌آمیزش نیستش که شما یه دفعه مثلا بعد از 15 سال نگاه کنی ببینی 3 تا بچه دارین، کارم ندارین، شوهرتون هم هر ذره با یکی میره، بچه‌م نمیدونی کجا برید، نمیدونی چی کار بکنی. اینه که این 3 تا، یعنی عدم تغییر قوانین یکی و که خیلی مهمه، نبود کار، اینه که تا زمانی که درصد کار زنا بیشتر نشه، به خصوص در ایران من میخوام بگم خیلی مسئله مهمه، قدرت به وجود آوردن پول، قدرتی به وجود آوردن پول، و زنا باید برن توی رشته هایی که پول در بیارن. یعنی این نیستش که به ایژوکیشن به عنوان یک چیزی فکر کنن که یک چیزی تزئینیه که میذاری رو دیواره، یه دیپلومه میذاری رو دیواره. این دیپلومه باید واقعا بتونی نون شما رو بده در یه شرایطی، و فرهنگ استقلال مالی رو پیدا کن، و فرهنگ استقلال، و پدرها واقعا به دختراشون بیاموزن که تو مثلا چرا به پدر دخترش نیاموزه که بره یه کار مستقل پیدا کنه. خب مثلا چه میدونم پدرش فرض کنید یک کار ریل استیت داره، دیولپمنت داره، نجاره، نمیدونم هر کاری هست، خب اون حرفه رو به دخترش هم فرض کنید بیاموزه، غیر از اون که تو دانشگاه یاد میگیره. و سومش هم اینه که فرهنگ باید عوض بشه در حد مردها، یعنی مردهای جوان نمیتونن تا زمانی که این به اصطلاح هیپوکرسی گفتین شما رو دارن که یه استاندارد میخوام برای گرفرندشون، بعد یه استاندارد دیگه میخوام برای اون زنی که میخوام باشون ازدواج کنن، اینم به زن خیلی لطمه میزنه. که داشتم به شما گوش میدادم، کلمه عشق خیلی موقع ها اون تعلق رو در کنارش داره، و در نتیجه خیلی از کسانی که در میدل ایست دارن این فرهنگ رو دارن، اون عشق و تعلق رو در کنار هم میارن، مثل اینکه من مثلا اگه من دوستت دارم، عاشقت هستم، پس تو یکی از املاک من هستی که ازت نگهداری میکنم، و اون نگهداری که میکنم نشان دهنده عشقیه که دارم. یکی از مواردی که من تو کارم میبینم که کمک میکنه به اون حس یکی بودن و در ضمن حس دموکراسی که دو نفر این حق رو دارن، بیشتر کلمه احترام برای من میاد. حالا باز وقتی که راجع به مثلا خانواده ایرانی صحبت میکنیم، وقتی میگیم احترامش بذار، فکر میکنه که بهش فحش نده، احترام گذاشته بهش. مسئله احترام نه از اون دیدگاه، بلکه واقعا احترام به نظر یک شخص دیگه کاملا. اینه که اون شخصی که قراره با من باشه نظرش مهمه، و نظر ما دو نفره که قراره این فضا رو بسازه و بره جلو، که اون هم عشق رو گسترش میده، زیباتر میکنه، و اون شاید یک مسئله بسیار مهمیه که قاعدتا باید توی فرهنگ ما بیاد. یعنی عشق قبل از ازدواج با عشق بعد از ازدواج خیلی فرق میکنه. عشق قبل از ازدواج مسائلی که باید در موردش تصمیم بگیرید، خب کدوم سینما میریم فرض کن، یا مثلا حالا عروسی کجا باشه، یا مثلا یه اترکشنه، یعنی یک جذب شدنی، بچه هم طرف سعی میکنه که خب حالا این کارا رو من انجام بدم که این با من ازدواج کنه. ولی عشق بعد از ازدواج خیلی دشواره انجام دادنش، یعنی واقعا شما باید احترام بذارین به طرفت و به اون خواسته ها و نیازهایی هم که در زندگی داره، البته مشروط بر این که اون خواسته ها معقول باشه. مثلا شما نمیتونید با یه مردی ازدواج بکنید و آقا بیاد خونه بگه من تصمیم گرفتم که من میخوام بشم یک نویسنده خیلی بزرگ و من این استعدادم دارم که نویسنده خیلی بزرگ بشم، شما برو کار بکن بیرون فول تایم، به من این فرصت بده که من یه 5 سالی بشینم تو خونه و یه ناول بنویسم. همین حرف خیلی قشنگ زدین دکتر آفاری. من اینو عجیب در خانواده های ایرانی و در اجتماع خودمون بیشتر الان دیدم. من مثلا امریکا به خاطر حالا کلا فرهنگ غرب، به خاطر اینکه سالیان سال داشته تو این مسئله تلاش میکرده، نمیگم ازدواجش خیلی موفقه، به هر صورت طلاقش هم زیاده، ولی تکلیفش خودش رو با مسئله عشق و ازدواج و مسائلش روشن کرده، هم قوانینش تقریبا این مسئله روشن کردن، هم زن و مردای مقدار روشن شدن. جاهایی مثل فرض کنیم مثلا فلسطین و عربستان و اونا از یه لحاظ دیگه تکلیفشون روشنه، یعنی استراکچر به خصوص بله کاملا. ایران خیلی
قراباتی شده تو این جریان. یعنی ما هنوز یک قشر ایرانی ها، من فکر کنم ایرانی هایی که اینجا هستن، بله بله ایرانی ها، چه در خارج چه در ایران، یه هنوز ایرانی های قشر خیلی خیلی سنتی دارن که همون مدلی که شما میفرمایید مادر شوهر هنوز باید انتخاب بکنه، پدر شوهر و پدر مادرهان که با هم میشینن توی فضای اول مشخص میکنن مهریه چیه، این چیه، اون چیه، تا تازه اینا به حل فرق هم نمیکنه، تو عاشق من باشن مهم نیست. اونان که هنوز تمام این سناریو رو درست میکنن، عشقی که این دوتا به هم دارن، حالا باز بچه بازیه، بچه بازیه. برای اینکه اگر خانواده ها با هم کنار نیان، فوری جریان این بچه بازی رو قطع میکنن. درست. یا اینی که اگر یک نفر مثلا خلاف مذهبش یا خلاف استاتس خانوادهش یا هر چیزی بخواد بره ازدواج بکنه، اصرار هم داشته باشه که من عاشق اینم و همه اینو میخوام، اگر خانواده ها نخوان به هم میزنن و تمام فضا رو داغون میکنن. پس یه قشری ما داریم که هنوز به این حالت سنتیه و دخالت کامل میکنه در تمام ابعاد، نه تنها تا ازدواج بلکه بعد از ازدواج هم هنوز دخالتاشو ادامه میده. یعنی وقتی که زن و شوهر دعواشون میشه، پدر و مادرها انتظارشونه که شما باید بیاین ما رو به عنوان بزرگ خانواده با ما حرف بزنین، اجازه بدین که ما مسائل رو حل بکنیم. بعد قشر میانه ای هستش که خب دو نفر با هم دانشجو بودن، با هم کار کردن، زحمت کشیدن، اون حالت فضای ایکوالیتی و مساواتو دارن، دارن میرن جلو، به هم احترام میذارن، یه مقدار مثلا مدرنیته تر و حالت غربی رو گرفتن، دارن میرن جلو. قشر دیگه ای رو داریم که هر دوی بهترین هر دو رو خواستن، مثل این میمونه که یه حالتی از عشق و سکشوالیتی و اوپننس و باز بودنه هست، ولی ابعاد قدیمی که مرد که داره خرج خونه رو میده، تصمیمای اصلی رو میگیره و خانوم بیشتر داره خرج میکنه و اون فضا رو داره به وجود میاره، و غربیه در حالی که انتظارات یه کمی مدرنه ولی استراکچر مالیش غربیه. و بعد ساختاری رو داریم که همونطور که شما میفرمودین، مرد حالا میخوان بالعکسش انجام بدن. یعنی اگه من تا حالا داشتم خرج میکردم، میآوردم، مسائل خانواده رو میگردوندم، چرا این کارو بکنم؟ در نتیجه بهترین هر دو رو من حالا میخوام. من میخوام اگر که کار میکنم میتونم کار نکنم، تو خرج رو بدی، ولی من حداقل باید ابهت مردانگی ما هنوز داشته باشم، یعنی بهترین این تیکر رو داشته باشم. و زنام همینطور. یه دفعه میبینین که قشری هم دارن کنار هم میان که میگن ماها بهترین قسمت ها رو میخوایم، مسئولیت های هیچ کدوم قسمت ها رو هم نمیخوایم. درست. و خیلی جالب شده این آشغال قلمکاری که در ورنگ ما به وجود اومده. کاملا حرفتون درسته و واقعا مشکل خیلی بزرگیه. اما در مورد اون قشری که گفتید که از یه طرف مثلا خیلی سنتیه و قشری که نک سنتیه، اون که تقریبا حسابش معلومه، اون قشری که فکر میکنه مدرن شده، اشکال یه وقتا اینه که مدرن ازدواج میکنن ولی به خصوص اگر در ایران زندگی بکنن و بعد اختلاف به وجود بیاد، خب مرد همیشه میتونه برگرده به قوانینی که کلی بهش قدرت میده. دقیقاً. و بنابراین این زن جوانی که وارد این ازدواج مدرن میشه، خیلی باید حساباش از اول بکنه که واقعا این نیست که رو حساب عشق رفته بیرون در محیطی که قوانین ازش حمایت نمی کنه. باید بدونه که حتی در این هر جای دنیا همینه. یعنی اصلا من فکر میکنم به خصوص در مورد سومی هم که گفتین، وقتی در یه ازدواج یه طرف بار بکشه، فرق نمیکنه زن یا مرد، به هر حال ریزنمنت وجود داره. صداش در میاد. اصلا هست. میدونین یه قشنگ یه نفر فقط پول در بیاره، یه نفر فقط پول خرج کنه، این پیش میاد. حالا مسئله نیست که کسی تقصیر داره، بیشتر وقتا زنها تقصیری هم ندارن. این به اصطلاح کانترکت ازدواجشون روز اول سوشال کانترکتشون این بوده که تو بشین بچه داری بکن. مرد ممکنه خیلی اصرار کنه که من یکی دو تا سه تا بچه میخوام، تو خواهش کنم بچه هارم بیار، من قول میدم نگهداری هم میکنم، ولی کافی نیست به نظر من. چون آدم ها عوض میشن. دقیقا. دقیقا. وزیر فشار عوض میشن. وزیر فشار عوض میشن. یه مسئله مهمی رو که فرمودین، ما چند دقیقه دیگه وقت داریم ولی خیلی دوست دارم اگه لطف کنین راجع به این صحبت کنین. و اونم مسئله این بودش که فرمودین که قسمت سکشوالیتی که اگر که زنها بخوان اون بوسیدن، در کنار هم بودن، حتی عمل جنسی رو انجام دادن، این رو دارن تمرین میکنن برن جلو، ولی در دیدگاه مردها همیشه این تقسیم هست. ما اینو
در رابطه در فرهنگ غربم هنوز هست که شما وقتی می‌بینید دیولپمنتال استیج یک نوجوان پسر که قراره که مادرش و خواهرش رو دیده و داره از فضای اونها خودش رو دور می‌کنه و تازه زن رو که تا حالا فقط گروهی می‌دیده که خیلی عالین و بهش چیز و نورچرینگ بهش میدن، حمایت بهش میدن، تازه تو زمان نوجوانی همون نقش زن یک دفعه میشه نقش دیگری براش و یک جایی از نظر دیولپمنتالی اینو جدا میکنه که زنهایی هستن که مثل مادر و خواهر من باید نجیب باشن و حمایت بکنن و لاوینگ و نورچرینگ باشن و زنهایی هستن که من فقط میخوام باهاشون عملی جنسی انجام بدم. درسته بعد در اون فضای نوجوانی اونقدر عشق هنوز به وجود نیامده. دخترها هنوز حالت عشق دارن، یعنی هم به باباشون عاشقن هم به یکی دیگه عاشق میشن اول. ولی دو پسرها فقط فضای سکشوالیتی برشون میاد و این سپلیت میشه. و خب خیلی موقع این سپلیت میمونه. یعنی این حالتی که مثلا آره اگر من هنوز زنی رو پیدا میکنم که اگر جلسه اول، دوم، سوم بس حالت جنسی خیلی راحت با من این فضا رو داشته باشه، پس من اون رو میذارم تو این کاتگوری که فقط زنیه که باید باهاش سکس داشت و این نمیتونه مادر بچه های من باشه چون نجابت رو نداشته که مادر بچه های من باشه و بعد میاد این طرف. بعد این اشکال در جایگاهی که خب یه سکشوال ریولوشن دیگه هم داره به وجود میاد در زنان ایرانی خیلی گرفتاری به وجود میاره از نظر دیدگاه. خیلی گرفتاری به وجود میاره. البته شما میدونید، خیلی خوب میدونید که شاگردان فروید که به اصطلاح رفتن و عقاید فروید دنبال کردن از نظر فمینیستی، اومدن و گفتن که علتی که این پروسه به وجود میاد اینی که این پسر خب با زنها بزرگ میشه و بنابراین سلف آیدنتیفیکیشنش خیلی دیر اتفاق میفته. یعنی وقتی میفهمه پسر خیلی طول کشیده و بعد تازه میفهمه که خودشو باید از این زن جدا کنه و پس مرد بودن یعنی زن نبودن. خب بنابراین مرد همیشه یه تلاشی داره، شاید بگم همیشه، که بگه یعنی مرد یعنی چی. اصلا مرد نمیدونه مرد چیه، فقط میدونه مرد یعنی زن نیست. و هر چقدرم آیدنتیفیکیشنش با زن بیشتر بوده، این پروسه سپریشن براش سخت‌تره. و میگن که تنها راهی که این عوض میشه اینه که پدرها هم بچه رو بزرگ کنن. دقیقاً در کنارش یعنی بچه اگه از پدر بچگی مادر رو ببینه که میرو میاد، پدرم ببینه که میرو میاد، وقتی این پسرها ممکنه که در آینده اینجور تفکیکی رو نکنن. خب حالا ما خیلی راحت اونجا رسیدیم، ولی بازم لازمش پس اینه که ازدواج دموکراتیک تر بشه تا ان شاءالله یه چند نسل دیگه ما هم به اونجا برسیم. مثلا چاره‌ای نداره غیر از اونجا، یعنی طریقی که فضای اقتصادی هم حتی داره میره جلو غیر از اون امکان پذیر نیست. ولی اینم در نهایت بگم که در امریکا ازدواجی که هست میتونه ازدواجایی هست و واقعا خیلی هم ازدواجای عمیقی است. یعنی ازدواجی که میمونه در امریکا و منجر به طلاق نمیشه، زیادی منجر به طلاق میشه، یه زیادی ازدواج نمیکنن، ولی اونایی که میمونه اکثرا خیلی قویه. یعنی واقعا یک کلابریشن که عمیق اقتصادی فکری هستش بین زن شوهر. 50% بعد این آمارم که میگم باز حالتای لس آنجلس، شیکاگو، نیویورک، جاهایی که خب طلاق بیشتره. حتی در اونجاها هم الان ریت طلاق اومده پایین، شده 45% در نتیجه باز 55% از ازدواج ها داره میمونه. ولی یه سری نظر سنجی که کردن از این 55% که خیلی 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 زمان طولانی با هم میمونن، یعنی از لحظه که ازدواج کردن تا آخری که بمیرن با هم هستن، از اینها باز توی نظر سنجی اون کانسپت ایدئال لاو و اینا رو میگن بین 10-20% هستش که فقط دارن. یعنی 10-20% اون عمیقی که شما میگین واقعا کوالیتی هاشو یاد گرفتن دارن، یا اونم معمولا به خاطر اینه که دو نفر مماس زندگی میکنن. بله، یعنی هر کسی راه خودش پیش میبره، ولی خب با هم کنار همان ساعتای رو با هم دیگه وقت میذارن. نه این سعی میکنه اونو کنترل کنه، نه اون سعی میکنه. این اتفاقا بحثی که من با چیز داشتم، استفانی کونز، میدونی که کتاب History of Marriage نوشته، یه ایمیل بر من فرستاده بود که آره خیلی داره بهتر میشه، بیشتر مردم دارن میمونن. گفتم که میمونن، ولی خیلی از این ازدواجایی هم که من میبینم الان با هم میمونن به خاطر وضع اقتصادی خراب بعد از
ریسشن بزرگ 2000. بله بهتر شد. مرسی از اینی که تشریف آوردین. کلی طول کشید تا بتونیم زمان رو مشخص کنیم و امیدوارم که از اینجا به بعد اونقدر طول نکشه. دوباره بینندگان عزیز که حوصله داشتم حرفایمو گوش کردم. نه مسائلی که ببینیم، همون که گفتم، وقتی ما خیلی موقع تاریخچه مسائل رو میدونیم و بعد نظرسنجی ها و تحقیقاتی که واقعی هست رو میشنویم، یک مقدار زیادی کل این پازل رو بیشتر برای ماها باز میکنه. برای ما هم وقتی از این ارقام و اعداد و تاریخ میایم بیرون و نظر زنده رو میشنویم، خیلی واقعا قریمته. مرسی از اینه که با کنار من بودید. مرسی از همه شما. تا هفته آینده. روز و شبتون خوش.